زغالا هم یه برگردون بزنیم ببین چه زغالایی شد. حالا نیاز به یه لیستک داریم، نگاه کنین اینجوری فشار میدیم هر جا که خالی کرد قشنگ بره پایین. نگران نباشید از پایین هم داره حرارت بهش میخوره. ببینید روغن نگاه کن، ببین کبابو ببین، بازاری بازاریشه. خب حالا برای ترکیب این نگاه کنید تیکه تیکه هی باید دست بزنید و بکشید. میبینید اینجوری به این شکل. هوا 34 درجه است. البته اینو بهتون بگم بیرونم 40، خیلی گرم شد نمیدونم چرا. بریم با هم دیگه کباب خوشمزه بال که اینجا آب از لب و لوچتون بریزه درست کنیم. بیایم اینجا اسموکی پاپریکا پادر میخوایم. این پاپریکا، اینم ترکیش چیلیه، اصطلاحا بهش پول بیبر میگن. نگاه کنین اینم پول بیبره، اینم یه قاشق پول بیبر. و فلفل سیاه میخوایم، بلک پپر چیلی، اینم از این یه قاشق. و میایم اینجا سراغ خمیر سیر، گارلیک پست، اینم از این یه قاشق. و مهمتر از همه اویل، اینم اولیو اویله، یه مقداری که فقط بتونه کارمون رو حل کنه. سالت، نمک، اینم هر چقدر دوست داری، از ماچ از یو وانت، اینم از این. خب میام اینجا گیشنیز داریم تقریبا 20 گرم کوریاندر و میکس مینز ان کپسیکم، اینم از این، اینم مواد اولیه‌مون. حالا اینایی رو که بهتون نشون دادم همه رو با هم ترکیب میکنید به این شکل، نگاه کنید تا به این ترکیب خوب و عالی برسید. اینا رو با هم دیگه 2 دقیقه ترکیب میکنیم و میریم برای مخلوط کردنش. هم که میبینید مخلوط گوساله و گوسفند 1 کیلو و اینجا اصلا هم بهش میکس مینس میگن، خیلی هم پرطرفدار. اینو محلول رو میاریم بهش ترکیب میکنیم. ببینید چقدر خوشرنگی و قشنگه. این بازاری بازاریشه. خب حالا برای ترکیب این نگاه کنید تیکه تیکه هی باید دست بزنید و بکشید. میبینید اینجوری به این شکل. اینو حالا من همه رو ورز بدم و برگردم. آماده شد، یه دست اونقدر ورزش دادم نگاه کنید خیلی مشی شد. میایم سراغ این، اینم تقریبا یه 20 گرمی میشه. حالا یعنی هر چقدر دوست دارید بزنید، اصلا رسیپی خاصی نداره ولی کباب خوبیه. اینم تو خانواده دلما کباب دستبندی میشه. خب اینو سعی میکنیم همه جاش بریزیم و شروع میکنیم یه ورز دیگه دادن. چسبشو ببینید چه چسبی پیدا کرد. گوشت اگه خوب ورز داده بشه چسبندگیش خیلی بالا میره، این اصلا دیگه نه نیازی به جوش داره نه چیزی، خیلی راحت. ولی ماساژ بدید حسابی این گوشته بره توش گم بشه به این شکل. میبینید این وسط نصفش میکنیم، اینها نصفش کرده اینجا با چاقو سرکج، نداشتید با چاقو معمولی هم میشه، داخلش رو در میارید همین اندازه. ولی اینجا رو زیاد نازکش نمی کنیم. حالا میایم اینجا دستمون رو تر میکنیم، بذارید اینو بیارم، دستمون رو تر میکنیم نگاه کنید. شروع میکنیم دورش رو زدن، اضافش هم میگیریم. اما یه مطلب داره، فقط من این کباب زیاد پختم تو کمپینگ تو جنگل برای بچه ها. این فقط باید یه مقداری این لایه یه مقداری عروس سطح باید بالاتر بشه، چون وقتی که بپزه کوچیک میشه. به خاطر همین سعی کنید هی پوشش کنید چند بار، نگاه کنید الان میبینید هی دارم میلنم. بعد اضافیاش رو بردارید دوباره همینو برگردون بزنید رو خودش، میبینید به این شکل دوباره اضافی آورد، اضافیشو بگیرید نگاه کنید. این کباب الان نامبر وان شد.
ولی پخش نکنید بیاد پخ اینجا، از حرارت جلوگیری میکنه، نمیذاره داخلش بپزه. این از این همه رو آماده کنم و برگردم. اینو یادتون نره، پخ پخو یادتون نره. این از این میخواید سیخم نگاه کنید، اول اینجا رو نشونه گیری کنید و یه تکون اینجوری یه ضربه بزنید که ترک نخوره. از اینجا که به نوک خورد احساسش میکنید و با دو انگشت میاد جلو. ببینید خوشگل و قشنگ. اینجاست که میگن باغت آباد انگوری. عید داره میشه، یه سالم گذشت پسر، ارو نردبونم افتادیم اینم آوردیم، ولی دیگه عمره، دیگه داره پرواز میکنه. ولی دماغم خیلی ناجور شده، فکر کنم بعد عملش کنم. ولی مردم اینجوری عادت کردن. خب بریم اینا همه رو با هم دیگه سیخ کنیم و همه رو سیخ کنیم بریم تو حیاط بپزیم. لبی رو بهتون بگم، هر دوتای این یه پرسه ها، یعنی یه نفر دوتا دونش رو میخوره، میشه یه پرسه یه نفره. حالا گفتم از همین فرمولم من یه کباب کوبیدم براتون بزنم، نگاه کنید. حالا ما میگیم نمیریزه، نگاه کنید کباب هم میزنی آقا جان، با یه دست میاری پایین، that's it، تمام شد. حالا میگم برای گل زدنش، نگاه کنید کباب هم خودتون اذیت نکنید. کباب زن حرفه‌ای، بذار اینو بذارم اینجا، کباب زن حرفه‌ای با یه دست، یعنی چی با یه دست؟ یعنی یه بار پایین میکشی جمله دادن، یعنی یه بار با از رو سیخ دستشو برای پایین کشیدن ببره. نگاه کنید الان من میگیم با یه دست، نگاه کنید الان میریم برای پایین کشیدن. کباب اصلا یه مقوله یه. جمع میکنیم سر تهشو اینجوری، ببین با وازو وسته کردن دست میاریمش تا پایین، این یه دست اومد پایین. حالا میریم برای گل انداختن، این هم گل. به همین سادگی. اینجاست که میگه بیوتیفول. بریم. نکن حسود نباش، جیگر باش نکن. نگاه کن چه دعوایی میکنه. شکری پگوری، چکری پگوره، شکری مگوری. این میگه منو ناز کن، میبینی این عاشق محبت کردنی. جیگری پگوری نکن. خب اون که اصلا کامون بیچاره است، با هیچ که کاری نداره. اینا هر کدومشون یه شخصیتی دارن برای خودشون. اینم از این زغالان هم یه برگردون بزنیم ببین چه زغالایی شد. بریم با هم دیگه برای کباب کردنش. خب اینم از این. اینجا نگاه کنید کبابو ببین، فقط ببین داره روغن میندازه، میبینید؟ اینم از این. اما میذارید 2 دقیقه این طرف میمونه، ولی برش میگردونید این ورشو میذارید کمتر میمونه. اول قسمت بالاشو میخواییم بپزیم که از ریختنش مطمئن بشیم که نمیریزه، بعد برش میگردونیم این وری. میبینید تونتون باید این کارو بکنیدید. بهتون گفتم پخ پخ بزنید برای اینه، چون وقتی که پخته میشه حجمش کوچیکتر میشه. حالا میپزم خوشگل بهتون نشونش میدم. حالا نیاز به یه لیستک داریم، نگاه کنید اینجوری فشار میدیم هر جا که خالی کرد قشنگ بره پایین. نگران نباشید، از پایین هم داره حرارت بهش میخوره. ببینید روغن، نگاه کن ببین کبابو، ببین به این میگن، نگاه کن این روغن ها بیاد اینجا. حالا پشتش و فلفل ها رو میبینید، این از این. اما دیگه الان توی یه مرحله ای رسیدیم، نگاه کنید میبینید فلفل دلمه ها رو، اینا پوست روشه، خود فلفل هیچ اتفاقی براش نمیاد. حالا کبابا رو جاهاشو عوض میکنم، میارم این ور زغال که سر و تهشم بپزه. حالا کاری که میکنیم اینا، من بازشون کنم تو سیخ جا نمیشه، بعد اولیا رو در بیارم. نگاه کنید اینجوری فاصله هاشو وا میکنیم که این وسط هاشم بپزه. روغن کبابو ببینید، میبینید چه کبابی شد، معرکه دیوانت میکنه. هر چند دقیقه یه بارم اینجوری خمش بکنید که روغناش بریزه پایین. خب این دیگه تقریبا پخته، میدونم که آنی اینجا رو میگیری کباب، ببینید آبداری کباب، ببینید اینجا رو، میبینید چه جلز ولزی میکنه. حالا با فاصلش بکنید، بذارید این یه دونه اولی رو من در بیارم.
اولیاشو در بیاریم چون تو منقلمون جا نمیشه. حالا با فاصله بذارید. میبینید به این شکل این تقریبا دو سه دقیقه دیگه آماده میشه و میریم برای خوردنش. بیوتیفول چپ چیزی شد. فقط مونده اینم کبابش. نگاه کنید کبابو، نگاه کنید اینم از این. خب آره یه دونه من برای بچه ها گذاشتم، یه دونه هم کم اسپایسشو برای اینا گذاشتم. امیدوارم هر جای دنیا که باشید شاد و خرم باشید. این کبابو درست کنید، عکسش هم تو اینستا برای من بفرستید. دولما کباب، حالشو ببرید. پیشا پیش سال نورم بهتون تبریک میگم. دوستتون دارم. یه کوچولو هم ایمن بزنم. عالیه. رسپی رو دنبال کنید. آبدار و خوشمزه. دمتون گرم.